سلام من دکتر ساسان عدیبی هستم استادیار دانشگاه و محقق اینفرماتیک سلامتی یا هلت Informatics. من همیشه در مورد زندگی و سلامتی کنچکاف بودم در دوران نوجوانی شیفته کیهانشناسی جهان موازی معنای زندگی و روانشناسی شدم بزرگتر که شدم از طریق مجلاتی مثل دانستانی ها با دنیای پزشکی آشنا شدم و برام عجیب بود که چطور یک سری بیماری ها من جمله تیروید کمکار کبد چرب چاقی مفرت فشار خون و وقفه های تنفسی در خواب در رده امراض مزمن قرار دارند و تشخیص و حکم درمانی دکترهای وقت این بود که هیچ درمان قاطعی برای این ناهنجاری ها وجود نداره و تنها راه پیشنهادی پزشکان زمان مصرف مادام العمر دارو برای کنترل شدت عوارض و پیامدهای امراض مزمن بود برای من و خیلی های دیگر راحت راه قبولی بیچون و چرای نظرات دکتران وقت بود ولی من شخصا هیچ وقت نمیخواستم تسلیم دست تقدیر شوم و قبول کنم که انسان قربانی ژنتیکه و راهی برای به دست آوردن سلامتی کامل نداره پیدا کردن درمان طبیعی برای امراض مزمن که گریبانگیر یک سری از دوستان و عزیزانم بود به من انگیزه میداد تا بیشتر تلاش کنم بعدها در طول دوره دکترام با رشته تحقیقاتی اینفرماتیک سلامتی یا Health Informatics آشنا شدم که بلافاصله فاصله منو مجذوب خودش کرد تلفیق رشته مهندسی برق و پزشکی گم شده من بود که بعدها زمینه تحقیقاتی منو برای سالهای آتی شکل داد که منجر به انتشار بیش از 80 مقاله علمی شد من جمله مقاله در مورد سیستم کنترل دیابت سیستم مدیریت خواب و کنترل کیفیت بقای عمر در این راستا تصمیم جدی گرفتم که برای به دست آوردن پاسخ به سوالاتم بیشتر تلاش کنم البته در اون زمان دست یافتن به جوابهای جامع و کامل برای این سوال ها دور از سه به نظر می رسید. چرا که افراد زیادی در ایران و اقصا نقاط جهان با امراض امراض مزمنی چون چاقی مفرد و دیابت نوع دو و تعداد دیگر از این امراض دست و پنجه نرم کردن و کماکان جدل ادامه داره و در برخی موارد رو به افزایشه این شد که به جستجو پرداختم و در این راستا به تعداد زیادی از منابع سر کشیدم با بحث اپیژنتیک یا فوق ژنتیک آشنا شدم در مورد معایب و مذرات شکر مطالعات زیادی داشتم و واقعیت یک سری دیگر از عوامل غذایی مثل چربی ها و کلسترول که به اشتباه به عنوان دشمن بیچون و چرای انسان معروف بودند برام بیشتر آشکار شد بعد از گذشت بیش از ده سال مطالعه و جمعوری مطالب تصمیم گرفتم که اطلاعاتم رو در کانال های اجتماعی به اشتراک بذارم. حال در این ویدیو ها من سعی خواهم داشت تا حقایقی در مورد شکاف بین باورها و آنچه در مورد سلامتی خود شنیده بودیم و نتایج تحقیقاتی جدید دانشمندان و متخصصین صحبت کنم. من جمله پیرامون صنایع غذایی سبک امروزی که مسبب همهگیری تعداد بیشماری از بیماری های مزمن جامعه بشری هستند حرفا خواهم گفت یک نکته مهم و ضروری که باید اعلام کنم مربوط به سلب مسئولیته. لطفا توجه داشته باشید که من مدرک دکترای غیر پزشکی دارم پس نه پزشک هستم و نه متخصص تغذیه ولی مطالبی که در ویدیوهام ارائه خواهم کرد نتیجه ده سال جمعآوری خلاصه و دست بندی مبتنی بر شهود علمی محققان و پژوهشگران پزشک و متخصصان تغذیه است. البته گهگاه در مورد تجارب خودم صحبت خواهم کرد. اما لطفا توجه داشته باشید که تمام مطالب موجود در کانال های رسانه ای و اجتماعی من صرفا برای اطلاعات شخصی هستند و نباید از آنها برای تشخیص بیماری و نتیجه گیری برای درمان استفاده شود و همچنین این مطالب نباید جایگزین توصیه های داده شده توسط پزشکان و متخصصین تغذیه قرار گیرند لطفا قبل از هر تصمیم گیری در مورد استفاده از این نکات حتما با دکتر و متخصصین تغذیه خود مشورت کنید و بدون صلاح دید آنها تغییری در سبک زندگی تغذیه یا درمان خود و اطرافیان ندید به هر صورت هیچ مسئولیتی در قبال خسارات وارد شده روحی جسمی مالی یا هر نوع خسارت دیگری که به شما و افراد خانواده در نتیجه استفاده از مطالب مندرج در هر یک از کانال های و اجتماعی من متحمل شده باشید نخواهم داشت خب حالا بعد از این مقدمه اگه موافق باشید از شما دعوت می کنم در این سفر کمی و کیفی با هم همراه شویم تا یک سری از باورهای اشتباهی که داشتیم و داریم رو به چالش بکشیم و به آموخته هامون اضافه کنیم موافقید؟ در پایان امیدوارم که بحث های ارائه شده در این کانال به شما کمک کنه تا طرز فکر منتقدانتون تقویت بشه و هر چیزی رو که میشنوید بدون بررسی مبتنی بر اصول علمی و پزشکی نه قبول کنید نه رد از همراهیتون سپاس گذارم.